شنوندگان و بینندگان عزیز صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران، به خاطر دارید چندی پیش گفتگوی داشتیم با استاد مطهری و در طی اون پاره از مسائل اساسی و سوالهای مهمی رو که پیرامون جمهوری اسلامی مطرح بود با ایشون در میون گذاشتیم. در اون جلسه به دلیل کمبود فرصت این امکان پیش نیومد که ایشون به همه سوالهایی که مطرح پاسخ بدن. امشب مجددا از ایشون دعوت کردیم تا در گفتگوی دوباره شرکت کنن و به باقی سوالها پاسخ بدن. استاد، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، من میخوام توضیحی رو که در جلسه قبل ناتمام موند خواهش کنم مجددا بیان کنید. اگر خاطرتون باشه، یک سوال اساسی این بود که زمانه در تحول و هر روز مسائل و مشکلات تازه‌ای مطرح میشه برای جوامع بشری و شما فرمودید که اسلام یک سلسله اصول و ضوابط ثابت داره و من درس کردم این ضوابط در گذشته دور تدوین شده و نیازهای امروز جوامع رو نمیتونه جوابگو باشه. شما در توضیحش بیان کردید که زندگی بر یک سلسله اصول ثابت و فروع متغیر استواره و اسلام به این هر دو عنایت داره. من خواهش میکنم در این مورد توضیح بیشتری لطف بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این که آیا زندگی اصول ثابت و لایتغیری هم دارد یا ندارد، بر اساس یک اصل مهم فلسفی بنا شده است و اون اصل این است: شک ندارد که از روزی که انسان در روی زمین آمده است، نوعیت انسان از اون جهت که انسان یک حیوانی هست تغییر نکرده است. یعنی انسان تبدیل به نوع دیگر نشده است. از نظر جسمی و از نظر ارگانیسم بدنی همون نوعی است که مثلا فرضاً در 1 میلیون سال پیش به وجود آمده، الان هم همان است. ولی گویی در قانون خلقت وظیفه تکامل تغییر موضع داده، از مرحله جسم و اندام به ارگانیسم بدنی به مرحله روحی و روانی و اجتماعی. انسان در جا نزده است و نمیزند و از این نظر یک مسیر تکاملی را طی میکند. اون وقت بحث این است که انسان از نظر معنوی و روحی و از نظر انسانی در واقع، اون که انسان فرزند در 1 میلیون سال پیش از نظر اندام به شکلی موجود شده و تغییر نکرده است، اون در حقیقت حیوانیت انسان است. ولی از نظر اون چه که ما انسان را به اون انسان میگوییم، آیا انسان لااقل در مراحل تاریخی در این دوره‌های نزدیک، از وقتی که انسان به صورت یک موجود متمدن لااقل یا نیمه متمدن درآمده است، از وقتی که دوره‌های اجتماعی مختلف و متفاوتی را طی کرده و می‌کند، آیا تبدل انواع پیدا می‌کند؟ انسان در هر دوره ای غیر از انسان در دوره دیگر است، تبدیل به نوع دیگر می شود و قهرن اگر تبدیل به نوع دیگر بشود،
همه قوانین حاکم بر اون الا بعضی از قوانینی که مثلا با حیوان مشترک هست عوض می شود، مثل آبی می شود که تبدیل به بخار می شود، که تا آب بود قوانین مایعات برش حاکم بود، وقتی که بخار شد دیگه قوانین مایعات برش حاکم نیست، قوانین گازها برش حاکم است. و یا نه اینطور نیست، انسان نوعیتش تغییر نکرده، حالا چه از ما قبل فجر تاریخ و چه از دوره تاریخ تا عصر امروز، اینجور نیست که انسان در عصر بردگی یک نوع انسان است و انسان مثلا در عصر امروز در عصر ما نوع دیگری هست، از نظر روحی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی. روی این نظر که نمیخوام این مطلب رو زیاد بشکافم، نظریه درست و صحیح همین است که انسان با حفظ نوعیتش در یک مسیر تکاملی گام بر می‌دارد، نه اینکه نوعیتش تغییر می‌کند. و چون نوعیت انسان تغییر نمی کند، از این نظر یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال انسان هست و همونطوری که در گفتگوی پیشین عرض کردم مدار انسانیت را مشخص می کند، این اصول بر زندگی انسان حاکم است. ولی به دلیل اینکه انسان در یک مدار حرکت می کند و نه اینکه در یک منزل توقف می کند، ناچار احکام منازلش تغییر می کنه. در هر منزلی یه جور باید زندگی بکند. اسلام از نظر وضع قوانین خصوصیاتی دارد و جهاتی دارد که اینها در متن تشریع الهی اسلام منظور شده است، که به جوری تشریع شده است که منزلی وضع نشده است، مداری وضع شده است. در عین اینکه برای منازل هم فکر کرده است، ولی به این شکل نیست که در اون منزل متوقف بکنه بشر را. مسئله اصول ثابت اسلام و قوانین متغیر اسلام که برای نیازهای ثابت اصول ثابتی وضع کرده است و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است، اینها مبنی بر یک سلسله راز و رمز هاست که باز تکرار میکنم به طور خلاصه و اجمال در کتاب نظام حقوق زن در اسلام در فصل اسلام و تجدد زندگی گفته شده است. ولی من برای مثال یه مطلبی ذکر می کنم و اون مطلب این است. یه سلسله اصول در اسلام است که اینها واقعا اصولی است ثابت لایتغیر. الانم که بر شما ما عرضه بداریم، هیچ فکر نمی کنید که می بینید که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل است عرض میکنم، بعد میبینید نه این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق ندارد، این به قرن گذشته، به قرنهای گذشته تعلق داشت. اون اصل
اصل ثابت به عنوان مثال یه اصل اجتماعی است که انسان که اسلام در رابطه جامعه اسلامی با جامعه های دیگر توصیه کرده به قدرتمند بودن، قدرت دفاعی داشتن در حدی که هرگز دشمن خیال حمله را هم در مخیله خودش راه ندهد. آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا حد توانایی نیرومند باشید. برای چه فلسفه؟ برای اینکه دشمنان خدا و که همون دشمنان شما هستند از شما حساب ببرند، خیال حمله به شما را در دماغ خودشون راه ندهند. از اون طرف دیگر ببینیم که پیغمبر اکرم در سنت پیغمبر، سنت قولی یعنی توصیه های پیغمبر، سنت عملی سیره و رفتار و روش پیغمبر، به چیزی توصیه شده است که در فقه اسلامی اون را سبق و رمایه می گویند. شرکت در مسابقات اسب دوانی، در مسابقات تیراندازی، تمرین کردن، مهارت یافتن در فنون جنگی اون روز که به وسیله تیر و نیزه و شمشیر و اسب و این چیزها انجام می‌یافت. خود پیغمبر اکرم عملاً می‌دونیم در مراسم اسب دوانی شرکت می‌کرد و خودش هم سوار می‌شد. با اینکه هر نوع گروبندی را اسلام حرام می‌داند، ولی گروبندی در این زمینه‌ها را چون زمینه تمرینی سربازی دارد، این را مجاز و مشروع می شمارد و تشویق می کرد اصحاب خودش. حالا ما اگر به اصل اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل توجه کنیم، ببینیم یه اصل نو دائم در زمان خودش نو بوده و زنده بوده، امروز هم زنده است، تا ابد هم هست. تا وقتی که جامعه اسلامی باشد و در مقابل جامعه غیر اسلامی وجود داشته باشه، این اصل هست. اگر یه روزی هم تمام دنیا مسلمان بشود و جامعه غیر اسلامی نداشته باشیم، باز این اصل نمرده است، موضوعش منتفی شده. خب بشه، خیلی شده موضوع که منتفی شد دیگه، حکم ضرورت نداره باشه. ولی سبق رمایه چطور؟ نه، امروز دیگه هیچ ضرورتی نداره کسی بره در مسابقات اسب دوانی به اون منظور شرکت کنه یا در تیراندازی تیر و کمان بردارد و در اونها شرکت کنه. چرا؟ برای اینکه سبق رمایه اصالت ندارد. اصالت مال اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل است. سبق رمایه صورت اجرایی اوست، شکل اجرایی اوست. یعنی اگر او توصیه شده است به عنوان فرعی از او، فرعی است که ناشی شده از او، خب امروز چی؟ امروز آیا سبق رمایه نسخ شد؟ نسخ نشد، موضوعش منتفی شد. حکم اصلی اعدوا لهم ما استطعتم است، او باقی است، در مظهر دیگری و در شکل دیگری او باید اجرا بشود. و از این مثال ها ما الا ما شاء الله داریم. و تازه اون پیچ و لولاهایی که انعطاف میدهد به اسلام، انعطافی بدون اون که از اصول تخلف شده باشد، منحصر به این نیست. این را من به عنوان یک مثال ذکر کردم. فقها بابی دارن به نام باب اهم و مهم، یعنی باب تزاحم به اصطلاح، و بابهای دیگر
که دیگه در اینجا شاید بیش از این ضرورتی ندارد که من در اطراف اینها بحثی بکنم. ممکن است من یه مثال دیگه هم در اینجا براتون عرض بکنم و اون هم باز برای توضیح مطلب شاید لازم باشد یا لااقل مفید باشد. اصلی ما در قرآن داریم راجع به مبادلات و کیفیت گردش ثروت در میان مردم که با این صورت با این تعبیر در خود قرآن کریم بیان شده است: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نقل و انتقال ثروت، نقل و انتقال مال مملوکها نباید به صورت بیهوده انجام بگیرد. یعنی اگر شما مال و ثروت مشروعی به دست آورده اید و این رو میخواید منتقل بکنید به دیگری، این نباید بیهوده منتقل شده باشه بود، بلکه باید یک صورتی باشد که از نظر اجتماعی یک شکل مفیدی داشته باشه، یکی از نیازهای اصیل زندگی بشر را رفع بکند، ولو یک نیاز معقول روحی باشد، مثل هدیه کردن به یک دوست. حالا اگر انسان فرض کنید شما که بخواد یک خرید فروش بکند، مثلا یه مال و ثروتی که زحمت کشیده، یک ماه رفته کار کرده، یه پولی مثلا به دست آورده، 1000 تومان پول به دست آورده، بعد فرض کنید با این چی میخواد بخره؟ فرض کنید به عنوان مثال میزنم، یک کسی میگه آقا من یک گونی مورچه مرده دارم، میگه بیا من 1000 تومان میدم اینا رو میخرم، بعد برای چی؟ به دردش هم باید بریزه دور. میگه چرا؟ این معامل از بیخ باطل، از اساس باطل. ولی همین معامله با مورچه مرده که در یک زمان حرام است، یعنی باطل است، ممکنه یه زمانی پیش بیاد که مورچه مرده علم پیشروی بکنه و از این مورچه مرده بتواند یک استفاده های صحیحی برای زندگی بشر بکنه. همین معامله که تا دیروز باطل بود، مصداق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود، مجتهد یک فقیه واقعی تشخیص میده تا دیروز این معامله باطل بود شرعا، از امروز دیگه حلال است، از امروز صحیح است. چطور یه حکم؟ چطور تا دیروز از فقیه وقتی که سوال میکردن آقا من میتونم 1000 تومان پول بدم مثلا مورچه مرده بیام بخرم، نه آقا این پول هدر دادن، باطل معاملت، باطل. ولی امروز چطوره که معامله ای که تا دیروز شرعا باطل بود امروز صحیح شد؟ فقیه میگه آقا معیار من یک معیار درست انسانی است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تا دیروز اینجور بود، امروز اینجوره. مثل معامله خون، خرید و فروش خون انسان است. در گذشته از خون استفاده ای نمی شد، احیانا بعضی افراد شاید من نمیدونم از خون مثل گوشت استفاده می خواستن بخورن، گفت خرید و فروش و خون حرام است، باطل است، معاملش باطل است. چرا؟ چون اکل مال به باطل است. ولی امروز در اثر پیشرفت علم و صنعت، خون خودش یک مایه حیات از یک انسان برای انسان دیگری، یعنی میشه با خون یک انسان انسان دیگری رو از مرگ نجات داد. دیگه حالا نمیشه گفت که معامله خون مصداق اکل مال به باطل است. یعنی این حکم عوض شده، ولی این عوض شدن نسخ شدن نیست، تغییر کرده به این شکل، که باز هم باز مثال های زیادی در این زمینه هست. به این ترتیب شما توضیح دادید که انسان با حفظ نوعش حرکت تکاملیش رو ادامه میده و اون اصول ثابتی که تو اسلام وضع شده شبیه اون مداریه که برای گردش یک سیاره مشخص شده، و تذکر دادید که منازل و مقتضیات منازل رو مشهده که با تأکید اون اصول ثابت مشخص میکنه.
سوال دیگه ای که مطرح میشه و این روزها به شدت مطرحه اینه که امام در یکی از سخنرانیشون فرمودن که من به جمهوری اسلامی رأی میدم، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. اونجا که فرمودن نه یک کلمه کم، به نظر میرسه پسوند اسلامیش مورد نظرشون بوده. شما تذکر دادید که امام تاکید دارن بر این نکته که نه تنها فرم حکومت رو مشخص کنن، بلکه محتوای ایدئولوژیکش رو هم کاملا تبیین و تعریف کنن. و اما اونجا که فرمودن هیچ کلمه اضافه نشه، به نظر میرسه کلمه دموکراتیک مورد نظرشون بوده، چرا که ما شاهد بودیم بعضی ها عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی رو به کار می‌بردن. به نظر میرسه اونجا که امام تأکید میکنن بر حذف این کلمه دموکراتیک، نظرشون به اختلافیه که بین دموکراسی غربی و آزادی هایی که در اسلام مطرحه وجود داره. من سوالم این بود که تفاوت این دو واژه رو روشن کنیم. بنده نمیتوانم اینجا ادعا بکنم که تمام نقطه نظرهای امام را میتوانم در اینجا توضیح بدم، ولی بعضی از اون نقطه نظرها که به نظر خودم میرسد که نظر امام هم هست، اینها را براتون توضیح. یکی این که در مفهوم اسلامی، همین جوری که خودتون توجه کردید و توجه دارید، آزادی فردی و حقوق فردی و دموکراسی که یک اصل اجتماعی است مبتنی بر آزادی فرد و حقوق فرد، در خود اسلام وجود دارد. یعنی در همین به همین بیانی که عرض می کنم، در اسلام آزادی فرد هست و حقوق فرد هست، با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی هست که بعداً توضیح میدم. و قهرن در اسلام دموکراسی مبتنی بر اون نوع آزادی فرد و حقوق فردی هم وجود دارد. بنابراین جمهوری دموکراتیک اسلامی اضافه کلمه دموکراتیک یک حشو زائد است. به علاوه ممکنه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خوشنود خواهند شد، ممکنه پیش خودشون بعضی ها اینجور تفسیر بکنن که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری است، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری است. یعنی این جمهوری بنیادهای دموکراتیک دارد و بنیادهای اسلامی، دو مبنا دارد. اون چه که با آزادی و حقوق فردی و دموکراسی مربوط است به بنیاد دموکراتیکی این جمهوری بسته است، و یه سلسله مسائل دیگر هست، مثلا فرض کنید یه سلسله قواعد عبادات و معاملات، اینها به جنبه اسلامی این حکومت بسته است. ما میخوایم بگیم نه، اینجور نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. جمهوری اسلامی که گفتی، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن این هست. این اول. ثانیاً اصلاً مفهوم آزادی به اون معنایی که فلسفه‌های اجتماعی غرب معتقدند، با آزادی به اون معنا که در اسلام هست و قهرن دموکراسی که یک مفهوم اجتماعی است بر مبنای آزادی فرد، تفاوت‌هایی دارد که ما که می‌خواهیم کشوری
بنا کنیم و بسازیم و ملتی میخواهیم از نو بسازیم بر اساس بنیادهای اسلامی، نمیتوانیم این ریزکاری ها و این ظرافت کاری ها را ندیده بگیریم. در باب ریشه و منشأ آزادی و حقوق در واقع چیست؟ میگن انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد باشد. انسان دارای حقوقی است و باید این حقوقش محفوظ بماند. چرا؟ ریشه قضیه چیست؟ چرا درباره گوسفند چنین حرفی گفته نمی شود؟ چرا درباره اسب چنین حرفی گفته نمی شود؟ منشأ آزادی انسان چیست؟ در غرب ریشه و منشأ آزادی را که باز آزادی منشأ دموکراسی است، تمایلات انسان می دانند. اگر هم می گویند اراده انسان، اونها فرقی میان اراده و تمایلات میله ها قائل نیستن. انسان یه موجود است که به این دنیا آمده و یه سلسله میله ها دارد، خواسته ها دارد، دلش میخواد اینجور زندگی بکنه، میلش این است این چنین باشد یا این چنین باشد. اصل در میله ها و خواسته ها و اراده های انسان ها آزادی است از نظر فلسفه غرب، و ریشه آزادی همون میل هاست. و فقط آزادی را چی محدود می کند؟ آزادی دیگران، یعنی میل های دیگران، برخورد با اراده دیگران. چیز دیگر نمی تواند خواست انسان را، اراده انسان را، میل انسان را محدود بکند. آزادی به این معنا که عرض کردم مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است، این در حقیقت حیوانیت رها شده است. انسان به موجب این که میل دارد و خواست دارد و اراده دارد باید آزاد باشد. این آزادی جز همون حیوانیت رها شده چیز دیگری نیست. و حال اون که مسئله در موضوع انسان این هست که انسان در عین اینکه انسان است حیوان است، و در عین اینکه حیوان است انسان است، یک سلسله استعدادهای مترقی و عالی دارد انسان که ملاک انسانیت انسان اونهاست. یعنی تفکر منطقی انسان، نه هرچه که نامش تفکر است که اغلب یک سلسله تخیلات است، تفکر منطقی انسان، تمایلات عالی انسان، تمایل به حقیقت جویی، تمایل به خیر اخلاقی، تمایل به جمال و زیبایی و بالخصوص جمالهای معنوی که از مختصات انسان هست، تمایل به پرستش حق، انسان به حکم اون که در سرشت خودش دو قطبی آفریده شده است، یعنی یک موجود متضاد است در ذات خودش که به تعبیر قدما مرکب از عقل و نفس است، مرکب از جان و تن است، جان علوی البته،
نمی شود این دو قسمت، قسمت بالای ساختمان وجودی انسان و قسمت سافل وجودی وجود انسان، هر دو رها باشند. رهایی هر یک تا یه حدی مساوی است با محدود بودن دیگری. اگر انسان ما، اگر ما تمایلات انسان را منشأ و ریشه آزادی و ریشه دموکراسی بدانیم، همون چیزی به وجود میاد که امروز در مهد آزادی های غربی در دنیا میبینیم. در مهد آزادی های غربی و دموکراسی غربی، مثلا در انگلستان، مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت مردم. دلیلی بالاتر از این وجود ندارد. دموکراسی غربی همان است، حیوانیت رها شده که من عرض می کنم، همان است که ما می‌بینیم در چند سال پیش در انگلستان رسماً همجنس بازی بر مبنای دموکراسی و آزادی، به حکم اینکه دموکراسی باید وجود داشته باشه، قانونی می‌شود. چرا قانونی میشه؟ میگن لازمه دموکراسی است. چرا لازمه دموکراسی است؟ میگه ملت ما عملاً پذیرفته این را، قبول کرد. از اینها وقتی که بپرسیم آقا آیا انسان و تکامل انسان یک صراط مستقیمی دارد، یک راهی دارد که باید مراقب بود از این راه برود یا از اون راه، راه همون است که هر جور بخواد همون راه است. نه اینکه انسان راهی هست و باید اون راه را بخواهد و برود، تشخیص بدهد، انتخاب بکند و برود. اون چه که رفت، اون چه که اکثریت رفت، همون راه است. راه همان است، به غیر از اون دیگه راهی نیست. مثل معروف، تئوری معروف مولا نصرالدین خود ما را بیاد می آورد. سوار قاطر بود و می رفت، گفتن کجا میری؟ گفت هر جا که میل قاطر باشد. این جامعه دموکراسی کجا می رود؟ اونجا که در نهایت امر میلها، خواسته های اکثریت ایجاب بکند، معیار دیگر وجود ندارد. و حتی شنیدم بیان که اخیراً در یکی از کشورهای غربی، از کشورهای بسیار معروف که مهد آزادی دموکراسی هست، به عنوان آزادی و به عنوان دموکراسی به مجازات هایی که اخیراً در ایران در مورد همجنس بازان صورت گرفته اعتراض شده است و این بر ضد دموکراسی و بر ضد اصول آزادی تلقی شده است. از نظر اسلام اینها آزادی نیست، آزادی نیست، سقوط هست، نه آزادی. اینها آزادی حیوانیت هست، رهایی حیوانیت و زندانی شدن انسانیت هست. به تعبیر قرآن اینها خود را فراموش کردند. اینها خود را جز همین شهوات و تمایلاتی چیزی نمیدانند. من یعنی همینها، من واقعی خودشون رو گم کردن، انسان را در خودشون گم کردند. چرا انسان را گم کردند؟ چرا خود را گم کردند؟ قرآن میگه چون خدا را فراموش.
از نظر قرآن انسان اون چنون موجودی است که با یافتن خدا خود را می‌یابد و با از دست دادن خدا خود را از دست می‌دهد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. ریشه فسقها را، اینجور کارها را چی میداند؟ که انسان خودش را فراموش کرده. چون خود را فراموش کرده اند در این ورطه های کثیف میفتند. چرا خود را فراموش کرده اند؟ خدای خود را فراموش کرده. بنابراین دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی شود. البته انسان، دین اسلام دین ریاضت نیست، دین مبارزه با شهوات به معنای کشتن شهوات نیست. به این مطلب واضح تر از این است که من بخواهم در اطرافش توضیح بیشتری بدهم. ولی دین اداره کردن و تدبیر کردن و مسلط بودن بر شهوات چرا هست؟ کمال انسان در انسانیت اوست، در عواطف عالی اوست، در احساسات بلند اوست، در احساس حقیقت جویی اوست، در حق جویی و حق طلبی اوست و در امثال اینجور امور و اینجور مسائل. بنابراین پس ما دموکراسی که میگیم در اسلام هست به معنی این است که میخواییم آزادی واقعی به انسان بدهیم. حالا من به عنوان مثال یه مطلبی براتون عرض میکنم. من میخوام ببینم که آیا این آزادی است. دو تا مثال عرض میکنم ببینید این آزادی است یا اون آزادی. یه مثال این است، در تاریخ مینویسن و گفتن که کوروش وقتی که وارد بابل شد با اینکه خودش دین دیگری داشت، حالا اینا مدعیان حتی خدا پرستم بود، ولی مردم را در دینشون آزاد گذاشتن، بت پرست ها را در بت پرستی، فرزن چوب پرست ها را در چوب پرستی، حیوان پرست ها را در حیوان پرستی، همه را آزاد گذاشتن، هر که هر کار میخواد بکنه بکنه، من کاری بهش ندارم. این در معیار غربی یک مرد آزادی خواهست، چون کار به کارشون نداشت. همچنان که میگن ملکه انگلستان، یکی از ملکه های انگلستان شاید ملکه ویکتوریا بوده است، وقتی که رفت هند یکی از بتخانه ها میخواست وارد بشه، به احترام اون بتخانه اگر دیگران جلو و به اصطلاح صحن اون بتخانه کفش را در می آوردن و از سر کوچه کفش را در آورد، که من میخوام به عقیده انسان ها میخوام احترام بذارم. ولی ابراهیم خلیل چه کرد؟ ابراهیم خلیل به این عقیده که اینها عقیده نیز زنجیر است، آیا به این زنجیرهایی که عادات سخیف بشر به دست و پای او بسته است احترام گذاشت یا نه رفت بت‌ها را در یک خلوتی شکست، تبرم به گردن بت بزرگ انداخت، این فکر را در مردم اول القا کرد یا عملا یا قولا که این بزرگتره کوچکترها را زده کشته خورد کرده است و کاری کرد که همین منشأ تفکر در مردم بشود، به خود باز آیند، به تعبیر قرآن فرجعوا الی انفسهم، یعنی به خود باز آمدند، به خود آگاهی رسوند ابراهیم اونها را، خود آگاه شدند، خودشناسا شدند،
فکر کردن. با معیارهای غربی کار ابراهیم و خلیل بر ضد اصول آزادی و دموکراسی بوده. چرا؟ چه کار داری تو هر کار دلشون میخوان بکن. اما با معیار، با منطق واقع و حقیقت چطور؟ ابراهیم به این وسیله قل و زنجیرها را از گردن یه ملت باز کرد، رهاشون کرد. یا رسول اکرم، آیا رسول اکرم وقتی که وارد مکه شد همون کاری کرد که کوروش کرد؟ گفت من چه کار دارم، هر کسی هر کس مخواد هر کار مخواد بکند بکند. یه مردمی که قرنها در زنجیر این بت‌ها قرار گرفتند، گفت چون عقیده دارن، عقیده آزاد است، چون خودشون انتخاب کردن، میل خودشون بوده، به میل خود میروند به این بتخانه ها، پس اینها آزادن. یا نرفت و این بتها رو خورد کرد، ریخ دور، با این وسیله اینها را آزاد کرد. یعنی فکر اسیر اینها را آزاد کرد، انسانیت اسیر حیوانیت اینها را آزاد کرد و رهایی داد به اینها. بنابراین آزادی و دموکراسی بر اساس اونچه که تکامل انسانی انسان ایجاب می کند، یعنی حق انسان به ماهو انسان است، حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه حق ناشی از میل افراد و تمایل افراد. شما اگر یه آدم مریض داشته باشید، این مریض صحت و سلامتش یه جور ایجاب میکنه. این جوان فرض کنید به یک بچه 14-15 ساله را در نظر بگیرید، مریض است. سلامت این بچه، رشد آینده این بچه یک چیز اقتضا می کند: خوردن دواهایی، رعایت کردن رژیمی، محروم شدن از یک نوع خوراکهایی. ولی میل بچه چطور؟ میل بچه ممکنه بر خلاف این باشه، بر ضد این باشه. آیا اونی که مبنای رشد بدنی این بدن است، میل بچه است در اینجا یا نه؟ اون استعداد واقعی بدنی اوست. بنابراین پس مسئله آزادی و دموکراسی، مفهوم آزادی و دموکراسی در اسلام و در غرب متفاوت است. دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و دموکراسی در غرب یعنی حیوانیت رها شده. بنابراین ما چندان میلم نداریم که از این کلمه دموکراسی را به کار ببریم، ولی خب چاره ای نیست، همین کلمه را به کار میبریم. اما توضیح میدیم که آزادی، دموکراسی در قاموس اسلام تفاوتهایی دارد با آزادی و دموکراسی در قاموس غرب. آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی. ببینید، پس من این دلیل سومم به طور مختصر عرض بکنم. و اون این که کلمه دموکراتیک اگر حالا بعد از کلمه جمهوری ذکر نشده بود، مثلا میگفتیم مثلا اتحادیه دموکراتیک فلان، این باز چندان عیبی نداشت. ذکر این کلمه بعد از کلمه جمهوری یه پرونده ناجوری دارد در دنیا، خصوصا اگر بعدش کلمه خلق هم اضافه بشه. بگی مثلا جمهوری دموکراتیک خلق فلان که در دنیا هم هست، این در اذهان یک نوع تداعی خاص ایجاد میکنه. حالا اگر اون جایی که مثلا ما داریم جمهوری فلان، کلمه دموکراتیک اگر نباشه، هر جا که در دنیا گفتن جمهوری فلان، دا
دنبالش چیزی هست، کلمه دموکراتیک نیست. لااقل انسان احتمال میدهد یه 10%، 20%، 30%، و احیانا 50-60% دموکراسی وجود دارد. ولی عملا اینجور شده که هر جا بعد از کلمه جمهوری کلمه دموکراتیک آمده، و بالاخص اگر کلمه خلق هم پشت سرش آمده باشه، این تداعی چنین می شود که بویی دیگه از دموکراسی وجود ندارد، چون عملا اینجور بوده. مردم خواهند گفت وای به حال اون خلق بیچاره که جمهوری دموکراتیک خلق باشه. و این ترکیب یک ترکیبی است که تداعی خوبی در اذهان به وجود نمی آورد. شاید این هم یک دلیلی باشد، لااقل از نظر شخص من این یک دلیل هست. اگر از نظر شخص امام این دلیل توجه به این دلیل هست یا نیست من نمیدونم، ولی لااقل از نظر من این میتونه این هم خودش برای خودش یک دلیلی باشد. خیلی متشکرم. ما وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که بقیه صحبتون رو به یک جلسه دیگه موکول کنیم. از طرف من مانعی نیست. خیلی خیلی متشکرم.